سلام و وقت بخیر شما بیننده مجموعه خبری امروز شنبه چهارم سنوله سال 1402 خورشیدی از خمه پرس هستید شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به ادامه فعالیت گروه داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است این شورا به روز جمعه با نشر اعلامی گفته است که داعش نه تنها برای افغانستان بلکه برای سایر کشورهای منطقه و فراتر از مرزهای افغانستان نیز خطرناک است در اعلامیه آمده که تعداد جنگجویان داعش و اعضای خانواده های آنها در افغانستان بین 4000 تا 6000 تن تخمین زده شده است پیش از این شمار جنگجویان و خانواده آنها در افغانستان حدود 3.5 هزار تن تخمین شده بود شورای امنیت سازمان ملل در این گزارش از کشورها خواسته که اجازه ندهند افغانستان به لانه توریست ها تبدیل شود این شورا تاکید کرده که امارت اسلامی تشویق شود تا از تعهدات خود در زمینه سرکوب داعش عقب نشینی نکند خبرگزاری تصمیم ایران تایید کرده است که محمد حسین ولایتی خبرنگار این رسانه تحویل سفارت ایران در کابل شده است تصمیم گزارش داده است که امارات اسلامی ولایتی را شب گذشته تحویل سفارت ایران در کابل داده است وزیر خارجه ایران شب گذشته از تلاش‌های فشرده دیپلماتیک برای آزادی عکاس ایرانی در کابل خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود که ولایتی در ساعات آینده تحویل سفارت ایران در کابل داده شود محمد حسین ولایتی خبرنگار ایرانی یک هفته پیش حین بازگشت به ایران در میدان هوایی کابل بازداشت شد این در حالی است که بر اساس آمار نهادهای یامی خبرنگاران تا در مجموع 12 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در کشور بازداشت شدند ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با آلینا بیربوگ وزیر خارجه آلمان در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان صحبت کرده است. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان بر روز جمعه در پیام در شبکه اکس نوشت که بحث در مورد مسائل مهم حقوق بشری در افغانستان در این دیدار بسیار خوشحال کننده بوده است. ریچارد بنت از حمایت دوامدار آلمان از مردم افغانستان استقبال کرده و افزوده است که سیاست خارجی آلمان بر نیاز به پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر تاکید میکند وزارت خارجه آلمان نیز این دیدار را تایید کرده و گفته که دو طرف در مورد وضعیت کنونی افغانستان و حمایت از شهروندان کشور صحبت کردهاند وزارت خارجه آلمان افزوده که همبستگی آلمان با مردم افغانستان شکست ناپذیر و بر دفاع از حقوق بشری آنان ادامه می دهد. دفتر نمایندگی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد میگوید که سیاستهای های خشونت اسلامی چالش های مردم افغانستان را تشدید کرده است دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل با نشر ایلامی گفته که عملکرد خشونت آمیز امارات اسلامی توانایی سازمان های امداد رسان را برای ارائه کمک به قربانیان محدود کرده است در اعلامیه آمده که کمک به حل بحران جاری اقتصادی و بشری در افغانستان و حمایت از مردم کشور از اولویت‌های فوری ای ایالات متحده است این در حال است که سازمان ملل متحد در پی محدود شدن فعالیت زنان در نهادهای مربوط به این سازمان بارها یادآوری کرده است که این اقدام فعالیت این نهاد از جمله کمک رسانی به نیازمندان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید که آمریکا تاکنون برای 34 هزار شهروند افغانستان ویزای مهاجرتی ویژه داده است این سفارت به روز در پست در شبکه اکس نوشت که ایالات متحده از آغاز ریاست جمهوری جو بایدن تا آغاز ماه جاری میلادی نزدیک به 34 هزار ویزای مخصوص مهاجرتی برای شهروندان افغانستان صادر کرده است سفارت آمریکا در کابل افزوده که این ویزای مخصوص مهاجرتی از طریق ماموریت کنسولی آمریکا برای افغانستان و افسران کنسولی این کشور در سراسر سر جهان صادر شده است سفارت امریکا در کابل تاکید کرده که ایالات متحده در زمینه کمک به آن دست شهروندان افغانستان که در کنار آنها خدمت کردن متحد است و به همکاریش ادامه خواهد داد سازمان جهانی صحت برای کمک به شفخانه ها در افغانستان بودجه 125 میلیون دلاری درخواست کرده است. سازمان جهانی صحت این مبلغ را برای رفع نیازمندی های صحی در برای چهار ماه آینده در افغانستان نیاز دارد. این سازمان از توقف فعالیت سی بی سی شفاخانه در افغانستان و نسبت مشکلات مالی هشدار داده است. شفاخانه هایی که به گفته این سازمان خدمات صحی برای نزدیک به 9 میلیون نفر را تامین میکنند، سازمان جهانی صحت هشدار داده که در صورت عدم رسیدگی به کمبود بودجه 875 کودک در افغانستان دچار سوی تغذیه شدید خواهد شد او همچنان گفته که یک برنامه سی ساله در افغانستان روی دست دارد که برای تطبیق آن به 2.4 میلیارد دلار کمک نیاز دارد اما جامعه جهانی تا اکنون هیچ وعده ای برای ارائه کمک مالی در این زمینه نداده است این بود خبرها ممنون از توجه شما